سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما هموطنان عزیز و گرامی، بینندگان سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. با پیک شادی در خدمت شما هستیم و با این امید و آرزوی همیشگی که مجموع برنامه‌ای که در نظر گرفتیم مورد توجهتون قرار بگیره. آرزوی همیشگی ما این بوده که بتونیم خنده رو به لب‌ها و شادی رو به دل‌های شما عزیزان بیاریم و امیدوارم که تا پایان این برنامه پیک شادی بتونیم به این هدف نزدیک بشیم. با ما در پیک شادی همراه باشید. خبر تو خبر خبر داره براتون از پایان لاف استوری عظما و انترش که گند قضیهش بالا اومده و این جرخوردگی زیر هیچ وصله‌ای پنهون نمیشه. این جرخوردگی وقتی معلوم شد که احمدی نژاد دید عظما نه تنها حکم برکناری وزیر اطلاعات رو به کشکم نگرفت، بلکه علناً گوش انترم گرفت و گفت پات رو از گریمت بیرون نذار. مختصر ناهماهنگی که به وجود میاد کشور صدمه میبینه. اگر ناهماهنگی ها بزرگتر باشه، دشمنان مطلع بشن از او، جنجال راه میاندازن، خوشحالی میکنن. خامنه ای بعد از این حرفای علنی گوشی رو برداشت و به احمدی نژاد گفت اینجا بود که احمدی نژاد پژمرده شد و رفت تو خونش زیر سرم و بعد تازه عمق شکافهای در و دیوار بیت عظما رو اومد و وقتی که جنجال رسانه‌ای بالا گرفت معلوم شد که این قضیه بیخدارتر از این حرف هاست. مثلا یه نمونه شجونی بود که ناخواسته یه چراغ قوه رو زوایای درونی ماجرا انداخت. متاسفانه بعضیا به میل خودشون میخوان دخالت کنن در کار امور خارجه یا در کار اطلاعات یا در اون دوتا وزارتخانه به قول معروف یه آنتن داشته باشن یا جاسوس داشته باشن برای امیال خودشون. چرا آج آقا منظورتون چرا میخوان این کارو بکنین؟ بعضی ها کیان؟ اینجور چیزا شده. ببین ما الان خودمون در منظورت آقای مشاییه. بله در... پس معلوم شد که قضیه راه میبره به تسلط روی وزارت اطلاعات و وزارت خارجه و نقاط حساس عظما. خلاصه یعنی من باشم مشایی باشه و این حرفا. احمدی نژاد هم گفت با مسلحی هرگز بی مشایی اصلا فکرشو نکن. در یک کلام گفت عظما اگه میخوای قیافه بگیری منم برات قیافه میگیرم. این درسیه که از این آخوند گوشکوکمنش گرفته بود. یعنی کسی که شما خودشو برای شما میگیره شما هم خودتو برایش بگیر. یعنی به این معنا که شما دیگه تواضع و فروتنی که ذلیلت کنه تو سرت بزنه نداشته باش. یا نه فرض میکنیم که وقتی میان دائم از افتخاراتشون تعریف میکنن، شما هم گاهی براشون بگو منم این چیزا رو دارم، منم این ویژگی ها رو دارم. یعنی میدان به تکبرشون نده. وقتی معلوم شد که خونه نشینی احمدی نژاد داره طولانی میشه، یه عده مثل لاریجانی و جنتی رفتن برای منت کشی. اما احمدی نژاد جواب همشون رو اینطوری داد. ¿Qué opina usted del gobierno canario? ¿Y de los
de los ayuntamientos de la isla. اما از اون طرف سیریش مشایی و احمدی نژاد اونقدر صفت بود که یکی از نوچه های عظما یعنی حدادیان کاردک برداشت و افتاد به جون این دوتا. راجب همه چیه دینم این آقا حرف میزنه. امام فرمون ملیت ما اسلام از تمام شده رفت. ما این دعوا رو کردیم. حالا حرفای نهضت آزادی از بغل لس آقای احمدی نژاد در میاد. کجا داری میری بابا؟ پدر من کجا داری میری؟ گولم نخوری چهار تا زحمت کشیدی ها؟ وهنم ورد نداره. یعنی تو ببین چی شده تو زندگی دین، پرده رفته کنار، مشایی اومده بیرون. فقط خنده نداره، یه تکبیر یا خیلی سلام. ای خدا به خاطر امام زمان نه جوکریم نه، ما اینا رو گفتیم. بودن که دلم سوخ، من دیدم آقای علم‌الهدی رو مشهد صحبت میکرد، دیدم آتیشه. بعد تو صحبتش ایشون گفت، کد داد، گفت مراجع ناراضی هن، رهبر هم ناراضیه، مقام معظم رهبری هم ناراضیه. تمام دیگه، سه قصد برا ما. ایشون میگه ناراضی ناراضیه. جان کلام این بابا اینه که محمود یا مشایی یا سیدعلی. محمودم که تا اینجای کار جوابشو داده و گفته البته مشایی. عثمان که آبروش رو برای نگه داشتن احمدی نژاد معامله کرده بود جوش آورد و برگشت بهش گفت بالاخره احمدی نژاد بعد از 11 روز برگشت، در حالی که موهاش رو آلندولونی کرده بود و مشایی رو هم نشونده بود کنار دستش تا بگه که من هنوز کوتاه نیومدم. البته برای حفظ ظاهر احمدی نژاد یک ماسمالیزیشنی کرد. در بیرونم که بعضی جشن گرفتن، حرفایی زدن، گفتن نمیدونم شکاف افتاد و مقدمات جشن رو فراهم کردن. خب اونها هم که فکر میکنم پاسخشون رو دریافت کرده باشن. جواب غلط، هنوز کسی پاسخ نگرفته که بالاخره اون 11 روز که سر کار نرفتی چی شد. اگه راست میگی اون حرفایی که تو دلت نگه داشتی رو بالا بیار. خلاصه این که عاشق غر کردن انتر و عظما اونقدر قلقل کرد که دستورالعمل پختش رو آوردن تو تلویزیونشون گفتن. فقط برای چند لحظه این رو تحمل کنید. حالا بریم سراغه. آماده شما آسیدی بزنیم بالا که احتمال چیزه. همچنین احساس داریم. یه ذره تو مایه ما من عرض میکنم به شما. که بحث پخت قهر مواد لازمی که الان همکاران بر روی تصویر برای شما بلحک کردن که در مواقع ضروری لطف میکنن بازم تقدیم حضورتون میکنن. خواهش میکنم الان قطعش کنید. نگاه کنید، ما اول ابتدا جناب آقای جانم محترم، ما یه مدال ضعف شخصیتی به مقدار لازم متوجه اینجا. بح بح. این الان ضعف شخصیتیه. این ضعف شخصیت. اما حدود تو هستم که تخم بدبینی ببینم، تخم بدبینی اینو هم میشکنیم رو کنیم. آقا نگاه کنیم عزیزم، آقا یه شهر جون رو نگه نگه جون محمود محمود جون محمود جون در هره این هم برمی کشید. آقا جون داریم آقا جون آقا رضیه جون رو نگه 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 بعدش اینو با این بذاریم با این تخم بدبینیه چون دیگه نباید بشکنید اینو میدونید. آقا نفر یکیم دو قلو به اینا بدید، ظاهرا تلویزیون رو با فریزر اشتباه گرفتن. دعوای خامنه‌ای و محمودش رو همینجا رها میکنیم و میریم سراغ خبری در هفته گذشته که باعث شد برق از سپاس عظما بپره، یعنی مرگ بن لادن. اینطوری البته بعدش خامنه‌ای مثل برگرفته ها را میرن، یعنی رسانه های سیدعلی قضیه رو بردن تو حاله ای از ابهام و تلاش کردن به روی خودشون نیارن که چه متحدی رو از دست دادن.
برخی رسانه های پاکستانی به نقل از مسئولان اطلاعاتی این کشور اعلام کردند سرکرده القاعده که در صدر فهرست تروریست های تحت تعقیب جهان قرار داشت در عملیات نیروهای پاکستانی کشته شده است و ساعتی بعد بالگردهای آمریکایی جسد وی را با خود بردند. برخی خبرها هم از مرگ بن لادن بر اثر بیماری حکایت دارد. طالبان پاکستان خبر کشته شدن بن لادن را تکذیب و تصاویر منتشر شده را جعلی خوانده است. زمینی که حالا اصل خبر هم واقعا ابعادش کاملا مشکوک است. چرا ادعا میکنن ما اونو انداختیم تو دریا؟ چرا نگذاشتن یک ناظر بیطرفی ببینه تایید کنه که این واقعا بن لادن هست نیست؟ مسائل این ابهامات و مسائل زیادی حول هوش این موضوع مطرحه و این نشون میده که امریکایی ها دچار بنبست شدیدی در مسائل استراتژیک خودشون شدن که تلاش میکنن پیروزی هایی ولو اندک به ادعای خودشون درست بکنن که اونو بزرگنمایی کنن که بگن بله ما پیروز شدیم. رسانه های سید علی در مورد اون یکی متحد نظام یعنی دیکتاتور گردن دراز سوریه بالکل خفه خون گرفتن، در حالی که بحث سوریه رو میز شورای حقوق بشر هم رفته ولی خامنه‌ای به روی خودش هم نمیاره. در آخر هم اگه بخوایم تصویری از وضعیت میدون گاوبازی نظام رو بهتون نشون بدیم، توجهتون رو به دیدن این فیلم جلب میکنیم که نشون میده هر کس تو نظام به کرسی خودش چسبیده و چطوری داره عزما رو بازی میده. در بحبوحه سگ دعواهای داخلی رژیم و جنگ گورکا وضعیت منطقه خاورمیانه و موجی هم که راه افتاده خب برای رژیم قوز بالا قوز شده. دیکتاتورهای متحد رژیم تو منطقه که قرار بود ارتباط باهاشون یک مسئله ای از رژیم حل بکنه، الان خودشون نیاز به چوب زیر بغل دارن و به قول معروف همون کلی هستن که اگر طبیب بودی تب خود دوا نمودی. حکایت اونیه که میگن یه سگ خیلی تنبل و بی‌خاصیتی داشت، وقتی میخواست دنبال دزد بکنه سگر رو میذاشت تو فرغون، با فرغون میدوید دنبال دزد.
دروغ و دغلای رژیم جنایتکار آخوندی در مرحله سرنگونی خیلی زود لو میرن. مثلا در همین جریان قهر کردن احمدی نژاد تو سگ دعواهای درونی رژیم، رژیمی که دیگه ولی فقیهش طلسمش شکسته و سر تا پای رژیم به طور واقعی جر خورده، از یک طرف چیزی نبود که به هم دیگه نگن و از طرف دیگه دروغی نبود که به یه مدت یکی دو روزه پایدار بمونه. صبح دروغو میگفتن، ظهر یا عصر لو میرفت. در اون محور اول که عرض کردم، یعنی اینکه چیزی نبود که به هم دیگه نگن، خوب اشاره بکنم به صحبت‌های پاسدار قاسمی که حرفایی زد به احمدی نژاد که نصف بیشترش اصلا نمیشه تو تلویزیون پخش کرد. اگه بخوایم به جای حرفای رکیکش بوق مثلا پخش بکنیم، این استادیوم فوتبال باید همینطوری بوق بوق پخش بکنیم. فقط به طور خلاصه میشه گفت که با فرهنگ اخص رژیمی، فرهنگ آخوندی و پاسداری خودشون دارن تصفیه حساب درونی رو در جنگ گرگ‌ها پیش می‌برن. دیگه بهترین قسمت‌هاش همونایی است که احتمالاً توی اخبار شنیدید. من با عرض معذرت بعضی از اون قسمت‌ها رو که باز نسبتاً مؤدبانه‌تر هستن خدمتتون می‌خونم و خیلی خلاصه. میگه که ما چند ماه پیش یک شکری خوردیم. شما چرا ول نمی‌کنی؟ ما نوکر ولی فقیهیم، نه نوکر بادمجون. بفرماید چه عالی، می‌گوییم عالی‌تر از این نمی‌شود. بفرماید چه مزخرف، میگوییم مزخرفتر از این نمیشود. این انتخابی که آقا کردن و این بابا شد رئیس جمهور، پس اون مسخره بازی رأی و رأی کشی اینا تو رژیم به این سرعت و به این بلندی تقش در اومد، انتخاب رو آقا کردن. به هر حال میگه که این انتخابی که خامنه ای کرده این طرف شد رئیس جمهور، تیپش یک جوری بود که آدم از دیدنش دچار تهوع میشد. احتمالاً تنها حرف راستی که تو این دعواها زده. به خاطر همین قیافه گند و کثافتش بود که آقا انتخابش کرد. اینا میشه اسمش رو گذاشت نگرشی بر معیارهای انتخاب آقا. ادامه این نکات پاسدار قاسمی راجب رئیس جمهور منتخب بادنجون، یعنی آقاشو. خاک بر سرت کنند احمدی نژاد، خاک بر سرت کنند. من قسمت‌های رکیکشو دارم حذف می‌کنم. موتور آقای ما رو پایین آوردی، زیر یک خم آقای ما را گرفتی، حالا ای بادنجان تلخ تو را توف میکنیم بیرون. این آقاشون یه رابطه های مختلفی با بادمجون داره. اون موقعی که ولی فقیهش کردن، مردم میگفتن که فرقش با بادمجون اینیه که ولی فقیه یک شبه عمل میاد، ولی بادمجون حداقل دو ماه کار داره تا بادمجون بشه. به هر حال گفتنی زیاد هست، ولی چون در اخبار خیلی این موضوع مطرح شده، اجازه بدین که من خلاصه بکنم و فقط بگم که یکی از خرچنگ هایی که جیغ و دادهاش خیلی بامزه بود در این داستان، خرس نماز جمعه رژیم احمد خاتمی بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالعظمى
هو شیطان رجیم. تذکر به یاد بیار که یک ولایت فقیه ستون فقرات عزت عظمت این کشور هست. تفکر یعنی فکر بزن. دو، ولایت فقیه لگن خاصره حشمت و قدرت و نصرت و هیبت و فرهاد و فرزاد و کیانوش این کشور است. چیست که نداند اصل این انقلاب با هدایتها و تدبیر یک ولی فقیه به سامان رسید. جان جانان، قهرمان قهرمانان، آن سفر کرده که رفت میلیون‌ها قافله دل به همراه خود برد، آیت الله العظما امام خمینی. و کیست که نداند بعد از اون سفر کرده که میلیون‌ها قافله رو لخت کرد، جیبشون رو زد، نوبت رسید به عبدالهیکل منطقه، مال مالان، خال خالان، گاب نالان، آیت الله العظما امام آرنولد شد، ببخشید سید علی استالونه. خیلیشو میبینی. نباید این مسئله مورد غفلت قرار بگیره که حمایت‌های مردم حمایت مطلق نیست، بلکه حمایت مشروطه. این حمایت تا وقتی است که اطاعت از مقام معظم رهبری باشد. نباید این مسئله مورد غفلت این یارو محمود بادمجون قرار بگیره که حمایت عظما از تو مطلق نیست. تو کی بودی؟ یک تاپاله؟ تاپاله بودی؟ تو شهرداری؟ این حمایت تا وقتی است که مثل چک تو قبای عظما نباشی. به مسئولان محترم نظام دوستانه میگویم طوری عمل کنید که تو میدان اینها بازی نکنید. طوری عمل کنید که خانه های جدول دشمن رو شما پر نکنید. انتظار از مسئولین نظام اینه که با رفتارشون تو دهنشون بزنن. دارم دوستانه میگم احمدی نژاد، آخه تو نفر کدوم تیمی؟ بابا یه پاسم به این مقام عظما ندادی، عوض تو مقام عظما رو چسبوندی تو کنج سجاف. تو قرار بود تو دهن استکبار بزنی، نه تو دهن مقام عظما، اون هم تو خونه خود عظما، اون خانه ای که دیگه این روزها داره به ماتم می نشینه. اگر چشم سر رو ببندیم، چشم دل رو باز کنیم، چشم کف پا رو رزبه کنیم، چشم پشت کمر رو بابا غوری کنیم، میبینیم که عظما دست به کمر گرفته راه میره. سر همین جریان لوسبازی محمود تو بیت به من گفت که من دراز میکشم رو به قبله، ساعتی دیگر صدام بزن. ساعتی دیگه صداش زدم، دیدم ناکس زیر ملافه داره بمبی میندازه بالا. اونجا بود که رفتم یقه محمودو بگیرم، دیدم انتر سرم زده تو اتاق نشسته، میگه عظما زقمت خانه نشینم کردی، دلخسته و نومید و حزینم کردی، نستوه یگان قهرمان بودم من، از درد فراق خود چنینم کردی. عظما چو علف مرا وجینم کردی، بادمجون دور قاب چینم کردی، آخون شپشباز محل بودم من، در بیت تو خرچنگ ترینم کردی. اگه شادی بشنو، اگه شادی بشنو، yeah.
شادی بشنو. یه کنون من معترض به فریب این امامه های حسودیم که مله ها میذارم روی سر. میبریم این بر میبریم اون بر. بهتر کر باشی چک لباسه مثل امامه های مله ها باشه. دیوونه این ما میرخسیم مثل دودو بای. از فلک شادی میخوایم آهنگمونو پخش کنه. فلک شادی بشنو. جانوری هست به نام جوانفکر که مطابق معمول رژیم دروغ در تاروپودش تنیده است، از جمله در اسمش، یعنی نه به جوانی ربطی داره و نه به فکر. این مشاور احمدی نژاده و طبعا در وقاحت صاحب سبک و صاحب رکورده. یه چیزی تو مایه های اون یکی مشاورای احمدی نژاد از اون کلهور و رحیم مشایی و باقیشون. حالا ببینیم که آش چقدر شور شده که این که ماست رو میگه سیاه، زغال رو میگه سفید، در مورد احمدی نژاد و وضعیتش اینطوری نوشته: او دیگر شاداب و با تراوت نیست، دارد پژمرده میشود. این آخری ها نفسهایش هم به شمارش افتاده است. معلوم میشه خیلی با رژیم سنخیت داره، همه ویژگی‌هایی که داره میشمونه براش ویژگی‌های رژیم هست، پژمرده و رو به مرگ و نفسهای به شمار افتاده و اینها. او اینک خیلی تنهاست، خیلی دلنگران است، دلش به درد آمده است، قلبش را شکستند. تازه کجاش دیدی؟ بهش بگو آخه قاسمی مشنگ که تالا تو واسه ما چیز فهم شدی. آیا دکتر خواهش میکنم، خواهش میکنم، برنامه میخواد شروع کنه. خونه خودتو کثیف نکن بابا، برای یه چیز بی ارزش که اینجوری خودشو رو کثیف نمیکنم. میخواد برنامه شروع بشه آیا دکتر؟ برنامه بی خود میکنه، میخواد شروع بشه. جلو بیننده خوب نیست آیا دکتر؟ اعصاب دارم خط خطی میکنن. باشه سک خور قاسمی روشن کن بریم ببینیم چه کار میکنیم. چه عجب درد بی درمون، درد بی درمون، خجالت بکش. تو چرا از جور سیر شدی؟ چرا میخوای آخری برنامه عمرت باشه اینجوری؟ خودتون گفتین روشن کن. آخه من چراغا رو گفتم روشن کن. موتور دیزلی سنگی رو که باتری قلمی روشن نمیکنه. اگه بخواد روشن بشه اینجوری روشن بکنه. برنامه رو حالا شروع کن. دلم به درد میاد آقای دکتر، این مقام عظما چقدر تنها. بالاخره بعد از 90 و بوقی یه حرف درست و درمون از تو در اومد. البته نمیدونم خودت چقدر فهمیدی، ولی مقام عظما در میون جمع تنهاست. اینو بهش میگم پارادوکس فلسفی استراتیجیکی. آقای دکتر روشن نشدم، بیشتر توضیح بده. آفرین، چون من میدونم آخر توضیحاتم هم روشن نمیشی، همین اول کار تلاش خودم برای روشن ترت بکنم. این مولا روشن شدنت. اما پارادوکس تنهایی در جمع مقام عظما، سوال میکنم شلوار جمعه یا مفرده؟ شلوار مفرد. کشکی نندازدی که همینجوری. شلوار خودش مفرده ولی پاچه هاش جمع هستن. این مقام عظما. مقام عظما رو کت شلوار کنه. چقدر بدبخت و فلک زده شده که یه آدم دوزاری یه پولی به قول سردار قاسمی تاپالای بادمجون تر برش تاخشه بالا میذاره. آیه دکتر من البته استراتژی حالیمه، من مثل سردار قاسمی هرچی از دهنم در میاد با آقا محمود نمیگم، ولی واقعا خریت کرد، مرزهای حماقت رو رد کرد، همچین گلاب زد به سرورش مقام عظما که هم خودش کش هم مقام عظما رو دقمع کرد. تو مثل مناقشه نیست، ولی میگن گوساله با باباش دعواشو قهر کرد، رفت سر خیابون گفت تاکسی در بس کشتارگاه. کس سب کو میرم ضربه مثل که بدجور تو رو ناکار کرده، جای خودتو گم کردی. خجالت بکش، اون از ضربه زدن به من که اصلا تعادل استراتژیکی منطقه رو میخواستی به چرخونی، اینم از جوپا رفتن تو شکم آق محمود. جوپا نمیرم آقای دکتر، اول با بای چپ میرم. این بدبخت بیچاره که تقاصشو پس داده، یه هفته زیر سرم بوده، 11 روز
آفساید بوده توی نشستای دولت شرکت میکرده، بعد تو به چه حقی به مقام عضو فوش میدی این وسط؟ آیا دکتر روز روشن تهمت میزنین، من کجا به مقام عضو فوش دادم؟ ناکه شروعش نکن، تو به پسر معنوی مقام عضو گفتی گوساله، دیگه چطوری میخواستی به خود مقام عضو بگی گاو؟ رود نمیشد بگی؟ نمیخواستم جسارت کنم آیا دکتر، ولی آقا محمود با این غلطی که کرده واقعا گوساله است. البته دلیل نمیشه که زبونم لال مقام عضو گاو باشه. البته گاو هم ابهت خاص خودشو داره. مرحوم عبدی همیشه میفرمودن که از گاو خیلی بترس، چون عقل نداره ولی شاخ داره. درسته، ببخشید که مثل مگس پریدم تو دیگه استراتژیکی که شما بار گذاشته بودین. اشکالی نداره، ممکنه فکر بکنی که انصاف نیست که کنار گل سرخ یه خار بی مقداری نشسته باشه، ولی اگه بخوای نصفه پر لیوان رو نگاه بکنی باید بگی خدا رو شکر که کنار این خار بی مقدار یه گل سرخ قشنگ استراتژیکی نشسته. آیه دکتر، به نظر من همه رو نباید با یه چوب روند و همه رو نباید با یه چوب زد. ممکنه رحیم مشنگی خیلی مشنگ باشه، ممکنه حتی آقا محمود هم بپذیرم که به قول سردار قاسمی از اون چیزا باشن که وسط شهرداری افتاده بودن، ولی جوان فکر که دیگه با دفاع از مقام عظما در مورد آقا محمود صحبت کرده میکنه. همشون مسافر یه تاکسی هست. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن با خود و رزم کتن، بله میفهمودن که طرف سوار تاکسی بود، مسافر اول پیاده شد در رو محکم بست، راننده بهش گفت خر بیشعور. یک کم بدتر مسافر دوم پیاده شد، دوباره در رو محکم کوبید، راننده گفت خر بیشعور. نوبت این بابا رسید، با دقت آروم آهسته در رو بست، دید راننده داره نگاش میکنه، برگشت گفت چیه خر باشعور ندیدی؟ روشن شد یا همچی مثل در تاکسی بکوبمت که چک بشه دیگه باز نشه. آیه دکتر بزن بادور، وقتی مقام عظما فهمیدن که آقازاده، منظورم آقا محموده، کارگرده خوب نبود که یه جوری قضیه رو ماسمالی میکردن و تو بوخ نمیکردن، آدم حس میکنه که بعد از کنار زدن رفسنجانی مقام عظما از سایه خودشونم میترسن. اتفاقا مقام عظما این وسط نشون دادن که چقدر استراتژیکی به مسائل نگاه میکنن. مقام عظما چیزایی میبینن که هفت جد آقا محمود نمیتونه ببینه، خطر اصلی رو از بیرون میبینن، ولی یه شوتی ممکنه فکر بکنه که دعوا بین آقا محمود و رئیس مشنگی و جوافکر و چهار تا از چیزای اینجوری با مقام مرحوم عبدی همیشه میفهمودن بزن بهادر از کتم، بله میفهمودن که چهار نفر میخواستن کرای تاکسی ندن، با همدیگه قرار گذاشتن نزدیک محلی که میخواستن برسن، تاکسی که ترمز کرد همزمان چهارتایی در رو باز کردن شروع کردن به دویدن. حالا ندو کی بودو رسیدن به یه ساختمان تاریک، اون توی خونه که دویدن به همدیگه گفتن راستی راننده تاکسیه چی شد؟ یه صدایی تو تاریکی اومد گفت راننده تاکسی منم، خدا لعنتتون بکنه. خب به منم بگین چی بود؟ بمب بود؟ تیراندازی بود؟ چی بود که هممون شروع کردیم به دویدن؟ روشن شد یا همچی بذارم که این راننده تاکسی بوده تو تاریکی؟ آیه دکتر، الان که گفتین خطر بیرون رو فهمیدم، اون ساختمان تاریک کجاست؟ منم برم تو بیشی سر جاد، بگه خودم اینطوری هم سوراخ موش اگه یکم مونده باشه جای خودم اینجا. آیه دکتر، من هم ببرم به دنبه زیاد جانا میگیرم. یعنی فقط تویی توی شلوغی؟ یا رو رب برای اید کارپستال بخره کم یک کارپستالی دانی که روش نوشته باشه تقدیم به تنها دوست عزیزم؟ گفتم بله. شوته گفتش که 14 تا از این کارت بدید، 140 نفر به صورت واسه پورتن که سوراخ موش براشون جور کنم. تو فکر کردی تو فکر کردی نوبرش آوردی؟ خواهش میکنم منم دلم ندارم سوراخ موش یکی ببر منو بخوره.
120 ثانیه با ایمیل ها. قبل از هر چیز اجازه بدین تشکر بکنم از مجتبی شادباش و مجید محمدی به خاطر پیام مشترک بسیار انگیزاننده شون که معالواسطه به دستمون رسید. دوستان عزیز رضا، احسان و زیبا، خیلی ممنون از ایمیلتون. فیلمی رو که بهش اشاره کرده بودین من ندیدم، اگر ممکنه برامون ارسال بکنید. احسان بابایی عزیز، خیلی شرمندمون کردی در مورد نکاتی که نوشته بودی، برات جداگانه پاسخی میفرستم. دوست عزیز دریا که برامون شعر زیبای چندیست دلم یک دله با فتنه گرانه است رو فرستاده بودید، خیلی تشکر میکنم. مهدی ساجدی، محمد از استرالیا، علی نژادی، مریم تهرانی، ناصر احمدی، محمد بیحقی و دوست گرامی پاتریس، مطالب و نکات و تصاویر بسیار جالبی که فرستاده بودین همش به دستمون رسید، حتما استفاده خواهیم کرد. حمید زندی و همینطور دوست گرامی میشل پی ام، اگه درست تلفظ کرده باشم، چشم کنسرت عظما و سایر مواردی رو که خواسته بودین براتون میفرستیم. حمزه عزیز، مطلب جالبت با نام انرژی هستی مرگ مسلم ماست به دستمون رسید، خیلی ممنون. جواد جمشیدی، خیلی ممنون از نامت. جواد جان، امیدوارم که ما بتونیم شایستگی لطف تو و نکاتی رو که نوشته بودی به دست بیاریم. دستت رو میفشارم، روت رو میبوسم و منتظر همکاری های بیشترت هستم. ابوالفضل اخباری عزیز، لطفاً از جانب ما، از تمام دوستانت هم که ایمیلاشون رو برامون فرستاده بودی تشکر کن. ضمناً متنی که تحت عنوان طنز فنی فرستاده بودی خیلی عالی بود. محمد بهروزی عزیز، طنزایی که فرستاده بودی بسیار جالب بود، خیلی ممنون. منصور خداوردی، سند صوتی رو که فرستاده بودی در قسمت خبر تو خبر به کار گرفتیم. علیرضا افشارچی، خیلی ممنون از تصویری که فرستادی، ضمناً لطف کن و از قول ما به دوستان در ایران هم که ایمیلشون رو برام فرستاده بودی سلام برسون. مسعود 22 ساله از گیلان، خیلی ممنون بابت نامه فوق العاده‌ات، در مورد درخواستت هم به روی چشم انجام میدیم، سلام ما رو به همکلاسی‌های دانشگاهت هم برسون. امروز هم از محضر مبارک جناب استاد خاتمی عزیز دعوت کردیم که در برنامه جانیش حضور پیدا بکنن. به همین مناسبت بهشون سلام میگم و عرض خوش آمد. واسون دون سمند واسون توای واد قاسم مد واسون ماسم سنسین مابن سومتن. من هم از این که عرض عریضتون رو زیارت میکنم خیلی خیلی خوشحال هستم آقا جون. البته امروز توی جامعه ما معمولا اتفاق نمیفته که کسی جایی گرفتار بشه که نتونه از طریق اسباب علل یقین بکنه که وقت نماز داخل شده یا اینکه خیر، اما میخوام بدونم که اگر که حالا شاید یک اتفاقی افتاد در یک اتاق کاملا بسته بود، نتونه تشخیص بده الان نماز ظهر وقتش داخل شده یا اینکه خیر، تکلیفش چیه؟ احسنت، بله واقعا سوال به جاییه، چون الان توی جمهوری اسلامی همه ی گرفتاری ها حله، فقط همین یه گرفتاری مونده که اون هم اینه که یکی تو اتاق گیر افتاده باشه زمان رو نفهمه. سر این موضوع روایت های زیادی هست، یکیش اینه که در بزنه بگه آقا ببخشید ساعت چنده، این یه روایت. نشد میتونه تلفن بزنه اوقات شرعی رو سوال کنه دیگه، ته تش اینه که به ساعت خودش نگاه کنه دیگه، یا میتونه مثل آقای احمد خاتمی بذاره قضا بشه بعد قضاشو میتونه با نون بخوره، این دیگه آخرش. بسیار خوب، یعنی در واقع همون قاعده فقهی که اغز ما فات کما فات دیگه. نه اون دیگه در اینجا صدق نمیکنه. و تو هم واسه من اینجوری خارجی نه حرف نزن، من خودم اند قاعدم، میدونی in the face in the foot in the fight in the patch in the barn it's on this. یه قانون دیگه هم هست که میگه from I see you in there Feel on the candles of Vernal is in the birth of Sherbert. یه مطلبی مشهور بود، الان هم تقریبا هست بین عوام مردم، که میگفتن که شاید از آنهایی که از طریق رسانه پخش میشه یه خود فاصله داشته باشه با اون افق شرعی. مثلا میگفتن که مدت زمانی که طول میکشه نور آفتاب به زمین برسه حدود 8 دقیقه است. حالا همینا بر اساس گفته هایی که شنیده شده 8 دقیقه ممکن طول بکشه. ما بعد از اینکه اذان تلویزیون رو شنیدیم یا رادیو رو شنیدیم مدتی صبر میکنیم تا یقین بعد دخول وقت نماز داشته باشیم بعد نماز بخونیم. این دلیل میشه اینکه بخوایم مثلا خودمون بگیم که حالا نشده الان اذان مثلا زودتر گفته شده دیرتر گفته شده، بله. یا اینکه ما بر اساس شواهد میتونیم یقین بکنیم؟ بابا خفه شو یه دقیقه ببینیم چی شد. آفتاب از دخول گرفته 8 دقیقه این آفتاب رو سر کی تابیده؟ بعد تلویزیون چی پخش میکنه؟ این عزم وزنا چی میکنی تو آخه؟ خب تنبلیت میاد بری دو رکعت نماز بخونی، خب بگو دیگه، اینقدر چرا علما رو اینقدر میپیچونی آخه؟
این بسیجی ها با همین سوالاشون نصف وقت مقام معظم رو تلف میکنن. لندهور آجا در خصوص مسئله سر سوال کردن که حالا خانم ها خواسته که میخوان مسئله سر رو بکشن، باید حتما فرق واد بشه و مسئله سر رو بکشن، چون اگر که این اتفاق بیفته آب مضاعفی اتفاق میفته. با دستی که وضو گرفتن بخوان فرق باز بکنن بعد مسئله بکشن، خشک نمیمونه اون محل مسئله. این مشکل رو من هم دارم. مثلا شما اگه دقت کنید، من خودم از این قسمت میگیرم، از این قسمتی شما گفتین حالا از این فرق وسط سر باز میکنین، یا یه قسمتشو میتونی بندازی چپ، یه قسمتشو میتونی بندازی راست، از این ور بکشی بری. حالا یه سری ها میگن که نباید این کارو بکنی، بعد یه سری این ور بری بندازی این ور، بعد از این وسط از پشت این داستانش میتونی این ور بیگودی بپیچی، این ور میتونی مصری بزنی، اون پشتشو میتونی قارچی بزنی، ور بری روی جلو. دستتون درد نکنه. خیلی متشکرم. انشالله هفته آینده هم به قید حیات در خدمتون خواهیم. خیلی متشکر. خداحافظی میکنم از استاد خاتمی عزیز. دوستان عزیز، قبل از خداحافظی یه چیز خنده‌داری رو که در کیهان ارتجا دیدم اجازه بدین که براتون تعریف بکنم. از قول یک به اصطلاح خواننده بسیجی خودش اومده بود روحیه بده به این ریزشی های رژیم، اونم به زبان شعر. حالا دیگه بسیج و شعر و داستان ریزش رو میشه تجسم کرد که چه ملغمه مضحکی میشه. تنها کاری که کرده بدبختی و اوضاع پتال ولی فقیهشون رو اتفاقا بیشتر برملا کرده. ضمن اینکه در زمینه شعر دوزاری هم واقعا یک رکورد جالبی رو زده. فکر نمی‌کنم در این ابعاد تا حالا کسی تونسته بود شعر مناسب سطل آشغال بگه. اولین شعر بسیجی رو بخونم. هر که بی ولی باشد عاقبت سیاه بخت است، پیمودن راه حق بی امر ولی سخت است. انقلاب من هرگز، انقلاب البته خب معلومه که سرشون رو بخوره، منحرف نخواهد شد، تا سید علی باشد ما خیالمان تخت است. یکی نیست بگی آخه بسیجی مشنگ، زمین زیر پای همین سید علیتون داره میلرزه، این چه پرت و پلایی که میگی تا سید علی باشد ما خیالمان تخت است؟ خب معلومه که همون اون نیست که الان دیگه خیالتون تخت نیست و ریزش میکنی. بهار با اشاره به همون دو بیتی که البته حیف بگم بیت، اون دو فرغون کلماتی که همینجوری بسیجی ریخته بود کنار هم، در همون وزن و قافیه باید گفت: جنگ گرگ ها در کار، وان تلسم بشکسته، با چنین بسیجی خنگ سید علی چه بدبخت است. به هر حال در آخر برنامه اجازه بدین که آدرس ایمیل و فیسبوک برنامه رو هم خدمتون یادآوری بکنم. ایمیل ما هست peikshadi@irantv.com، فیسبوکمون هم که به اسم پیک شادی است که میتونین قطعات طنز برنامه رو از این طریق دریافت کنید. بابت همراهیتون بسیار ممنون و متشکر هستم. اگه اهل قصه نیستی پیک شادی رو نگاه. Yeah.